تشکر از اینکه ما را همراهی کردین. هموطنان عزیز، میریم و طرف حاشیه که یلدا جان امروز حاشیه را آماده ساخته و مطمئنم که خیلی جالب هم است. یلدا جان صبح بخیر. صبح بخیر مرسلا عزیز، خوب هستی؟ سلامت باشی عزیز، خودت خوب هستی؟ تشکر میکنم. با مهمانت چطور بودی؟ زنده باشی، شکر، خوب هستم. بریم به طرف حاشیه. بریم. سلام، صبحتان بخیر و پر انرژی. امیدوار هستم خوب و سر حال باشین. و اما در حاشیه امروز، حاشیه امروز را با حاشیه مذاکرات با طالبان شروع میکنم. عضو ارشد مذاکره کننده گروه طالبان برای ادامه مذاکرات شرط گذاشته. حالا چه شرطی؟ اینکه مذاکرات بر مبنای توافق طالبان با آمریکا باید پیش بره. حالا چه توافقی؟ اینکه آمریکا نیروهای خود از افغانستان خارج بسازه. قسمت جالبی توافق که برای ادامه مذاکرات روش شرط گذاشته شده اینجا هست که آمریکا نه تنها نیروهایش از افغانستان خارج نکرده، که قرار هست 100 هزار نیروی دیگه هم وارد افغانستان بسازه. طالبان سر توافقی شرط گذاشتن که حتی خود آمریکا هم پایبندی توافق نیست. دیگه چرا باید افغانستان با پای توافق ادامه مذاکرات بتن؟ صدایی از همسایگی ما هم شنیده شده مبنی بر همین مذاکرات. عمران خان صدر اعظم پاکستان سخنان گوهربار و حکیمانه گفتن و اینکه به تأخیر انداختن گفتگوها در میز مذاکرات بهتر از خونریزی در میدان جنگ است. البته حرف خوبی هست و واقعا میشه روی حرف دقایق زیادی فکر کرد، اما به گفته کاربران فضای مجازی ما مشکلی با تأخیر مذاکرات نداریم. مشکل ما اینجا هست که طالبان در میدان جنگ از طالبان پشت میز مذاکرات حرف شنوی ندارن، و در عین حالی که گفتگوها در میز مذاکرات به تأخیر انداخته میشه، خونریزی ها هم در میدان جنگ ادامه دارن. جنگ افغانستان حتی برای جهانیان تبدیل به یک جنگ نفسگیر و خسته کن شده. نماینده ناتو در افغانستان که کاسه صبرش لبریز شده، دیروز تویتی زد و گفت که کشورهای منطقه از صلح دوامدار در افغانستان حمایت کنید. و فقط جای این شعر در پایین تویتش خالی بوده که چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. بله، کشورهای منطقه باید از صلح داخل افغانستان حمایت کنند. از کجا معلوم که در زمان جنگ راکت پراگنی های افغانی به بام همسایه ها نره؟ هر چیزی امکان داره دیگه. با شروع شدن مذاکرات در دوحه، خیلی ها نگران نقض حقوق و آزادی بیان توسط هیئت های مذاکره کننده بودند. حتی می ترسیدن آزادی بیان یک خط قرمز برای هیئت مذاکره کننده های افغانی نباشه. اما دیروز صدیقی دوباره تذکر داده که حکومت افغانستان برای افغان ها اطمینان می دهد که از آزادی بیان پاسداری خواهد کرد و نمی گذارد کسی آن را نقض کند. هرچند حکومت خیلی با اطمینان حرف می زنه، اما یاد رسانه نیفتادم که گفته بود دولت افغانستان بندوباز هیچ چیزی نیست، حتی خط قرمز. یک حرف بی اصول از یک آدم اصولی، عنوانی که از طرف کاربران فیسبوک برای صحبت‌های کمال ناصر اصولی داده شده. جناب اصولی گفتن که وقتی از یک قمندان مراسم یادبودش برگزار میشه، از دکتر نجیب هم باید نرواری برگزار شود. و اینکه دلش از کدام قمندان پر بوده کاری نداریم، ولی خب جوانان غیور دو روز پیش میخواستن نرواری برگزار کنن، ولی از سوی پلیس دولت نرواری با واکنش های شدید و سر پای شکست مواجه شدن که آخرش متاسفانه به شکست انجامید. هیچ دل و تپلا هیچ نوا حق حاکم حکومتونه حق نلری چی دی سیاسی احزابو اشخاصو دتلین دغوندو
مخنیوی وي کی هر څوک چې وي کله چې دی یو جهادي قماندان غونډل منزل کیږي د نر غونډې د ډاکټر نجیب شهید غونډه هم ول منزل شي هیڅوک مخه باید دب نکی په حکومت غږ کوم چې حکومت زه پوهیږم چې اوس د جهاد د وختونو ډیر وخت تیر شوی دی په هغه وخت کې موږ جهاد د روسانو په مقابل کې برحق ګڼلی وو اوس هم وایو چې هغه برحق جهاد و د روسانو مقابل کې اما کله چې روسان ووتل په افغانستان کې یوه ورځ جنګ هم نامشروع و هغه د افغانانو په مقابل کې جنګ و اوس هم د افغانانو په مقابل کې جنګ نامشروع ګڼو او د نظام د جمهوریت د ټینګښت لپاره باید سره لاسونه ورکړو مننه یادتان همین هفته قبلی گفتم زیر بار حرف شیطان نرین و برین براتان تسکه الکترونیکی بگیرین ولی نرفتین بعد آمدم گفتم درج نام مادر در تسکره اختیاری هست حالا خوب برین بگیرین باز هم نرفتین در پیچ های رسمی دفاتر دولتی خبری دست به دست میشه که فیسبوکیان محترم حتما در جریان هستن و من برای تذکر بیشتر برایتون گوشزد میکنم که ارگ ریاست جمهوری دستور رسمی صادر کرده که هر کارمند دولتی که تذکر الکترونیکی نگیرد معاشش قد میگردد حالا دیگه مطمئنم به خاطر چند افغانی معاش هم که دارین میرین تذکره میگیرین از حاشیه های نرم افزاری اشاره کنم به واتساپ اما قبلش چی باید بر یک آدم بگذرد تا بره در واتساپ استوری بانه؟ یا مثلا وقتی واتساپتان آپدیت میکنین دقیقا چه چیزی برش اضافه میشه؟ میفهمم شما هم بارها واتساپتان رو مجبورا آپدیت کردین و بعدا متوجه شدین هیچ تغییری نامده اما به هر حال واتساپ ویژگی جدیدی را رونمایی کرده و این که یک کاربر به یک حساب همزمان از چند دستگاه میتونه وارد شوه. امیدوارم این ویژگیش مثل آپدیت شدنش خیالی نباشه. بریم طرف حاشیه های اجتماعی و یک کاربر اینستاگرام عکس های جالبی از پشک ها فوتوشاپ کرده و در اینستاگرام منتشرش کرده این عکس ها با لایک های زیادی مواجه شده و علاقمندان زیادی را به خودش جلب کرده بریم این عکس ها را ببینیم تا به حال فکر کردین اگه دنیا مثل رسامی های کودکان میشد چه قسمی می بود؟ یک کاربر اینستاگرام آمده و رسامی های کودکانه را با دنیای واقعی تطابق داده که بسیار هم جالب است. بریم این را هم ببینیم. پلیس مکزیک توجه فضای مجازی را به خودش جلب کرده و اینکه این پلیس کشف مواد مخدر که یک محموله بزرگ از مواد مخدر را کشف میکنه یک بستش را هم برای خودش در زیر لباسش پنهان میکنه در همین حال به صورت مخفیانه عکسش گرفته میشه و در اینستاگرام دست به دست میچرخه عکس هایی از یک
یک استادی در فرانسه توجه اینستاگرامی ها را به خودش جلب کرده که رکورد بیشترین خالکوبی را شکسته. این استاد تمام بدنش حتی داخل چشمهایش خالکوبی کرده. او وقت اگه افغانستان می بود سنگ نمی دادن که به سرش بزنه، چه برسه به یک استاد مقررش می کردن. تشکر از همراهیتان. میریم یک بار سوال روز میبینیم، بعد از سوال روز وقفه داریم. یادتان نره بعد از وقفه در ورزندگی همراه علی جان باشیم. حاشیه های زندگیتان بی درد سر.